سرخط خبرها، شورای عالی مصالحه ملی پیشنویس طرح صلح امریکا را زیر بررسی دارد. درگیری خونین در زندان پل چرخی. و در پایان، مارشال دوستم خیانت به دکتر نجیب، حمایت از اشرف غنی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبری این کانال خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که یک گروه پیشنویس طرح پیشنهادی صلح امریکا را بررسی میکند. با گفته آقای سلیم، به زودی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی موقف واحدش را درباره این طرح اعلام خواهد کرد. او میگوید که ممکن است تعدیلات در این طرح پیشنهاد شود، اما فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست برود. قرار است که همان کمیته کاری امروز نظریات کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را جمع‌بندی بکند، توحید بکند و در مستقبل نچندان دور نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دایر شود و همه از یک موقف در برابر این طرح ارائه شده حرف بزنیم. این طرح پیشنهادی هفته پیش به رسانه ها درز کرد، اما شورای عالی مصالحه ملی تا کنون در این باره موقف رسمی اش را اعلام نکرده است. از سوی دیگر، شماری از عالمان دین و زنان امروز در نشست در کابل ادامه جنگ را در کشور مخالف ارزش‌های اسلامی خواندند و ابراز امیدواری کردند که بهار نو نوید بخش صلح و امنیت در کشور باشد. محمد انور واقف، رئیس نهضت علمای کشور، گفت اگر علمای افغانستان در پروسه صلح فراموش شوند، قطعا صلح در کشور ما آمدنی نیست. تورپیکای مومن، فعال عرصه حقوق زنان، نیز افزود امروز افغانستان در یک مرحله اساس تاریخی در وضعیت بی‌اعتمادی و ناامیدی و حراس و خوف قرار دارد. همزمان با این، لندمن اولی اندرس، سفیر ناروی در کابل، و همینطور عارف رحمان، سفیر اندونزیا در کابل، میگویند که نقش عالمان دین و زنان در روند صلح بسیار مهم است. لندمن اولی اندرس بیان داشت طالبان استدلال کردند که زنان بخش از منازعه نیستند و بنابراین نباید بخش از حل آن نیز باشند. درک طالبان از حقوق زنان و گفته هایشان در این باره هنوز هم مبهم هستند. اسلام برای تمام بازیگران افغان مهم است، نه تنها طالبان. عارف رحمان نیز افزود جان انسان ها بالاتر از همه چیز است. این چیز است که پیامبر و اصحابش همین پیام را به جهانیان رسانیدند. این گفته ها در حال بیان می شوند که زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در سفر اخیرش به کابل طرح ایجاد حکومت انتقالی را برای توافق با طالبان، با مسئولان حکومت افغانستان، سیاستگران افغان و پس از آن در دوحه با طالبان شریک ساخت. درگیری در زندان پل چرخی یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری افق. اداره تنظیم امور زندانها میگوید شمار از زندانیان زندان پل چرخی شامگاه روز شنبه 23 اوت با هم درگیر شدند که در نتیجه آن یک زندانی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. فرهاد بیانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها، گفته است که این درگیری میان زندانیان بلاک های 6 و 7 زندان پل چرخی صورت گرفته و پس از مداخله نیروهای امنیتی پایان یافته است. سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها انگیزه این درگیری را روشن نکرده، اما گفته است که در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و بررسی ها در مورد چگونگی وقوع این درگیری جریان دارد. پل چرخی از زندان های بزرگ کشور است که 40 سال پیش با ظرفیت 4000 زندانی ساخته شده است، اما گفته می شود که در حال حاضر دو برابر ظرفیت آن 8 تا 10 هزار زندانی در آن حضور دارد. خبرگزاری افق.
مارشال دوستم خیانت و دکتر نجیب حمایت از غنی. عبدالرشید دوستم نامی است که با بحران‌های خونین تاریخ معاصر افغانستان گره خورده است. نه تنها در دوره جنگ‌های مرگبار و ویرانگر داخلی میان نیروهای متخاصم مجاهدین و نه حتی در جریان جنگ با طالبان، قتل عام اسرای آن گروه در مسیر قندوز به مزار شریف پس از سقوط آن رژیم و ماجرای خوف انگیز قلعه جنگی مزار، بلکه سالها پیش از این رویدادها، زمانی که در نخستین ماه سال 71 خورشیدی نیروهای نظامی وابسته به دوستم جلو دیدار نماینده سازمان ملل با دکتر نجیب احمدزی آخرین رئیس جمهور کمونیست افغانستان را گرفتند و پس از آن رای خروج نجیب از کشور پس از سقوط رژیم کمونیستی را در فرودگاه کابل سد کردند تا او مجبور شود به دفتر نمایندگی سازمان ملل پناه ببرد و حدود 5 سال در آنجا به سر ببرد و در نهایت هم طالبان با اشغال کابل او و برادرش را از دفتر سازمان ملل بیرون بردند و پس از شکنجه های بسیار آنان را در چهارراهی آریانا پایتخت بدار آویختند. تاریخ از کنار این فجایع به سادگی عبور نخواهد کرد. نقش دوستم در درگیری های خونین و حوادث مرگبار تاریخ معاصر افغانستان کاملا مشهود است. اگرچه پس از ائتلاف سیاسی با محمد اشرف غنی در انتخابات سال 2014 میلادی با انتشار یک اعلامیه رسمی و تاکید بر اینکه در تاریخ پرماجرای افغانستان هیچ کبوتر سفید وجود ندارد و هر کسی به گونه در تولید و با تولید بحران نقش و سهم داشته است، به مسئولیت های مستقیمش در فجایع و جنایت های 10 سال اخیر تلویحاً از آن کرده، اما حتی این توبه سیاسی هم موجب نشد تا رابطه نه چندان دوستانه‌اش با محمد اشرف غنی به عنوان نماینده دو جریان مجاهد و تکنوکرات با عقبه های سیاسی قومی و ایدئولوژی کاملا ناسازگار و متعرض و متقابل تر می شود و آنها تا پایان دوره حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس جمهور و معاون اول به وظایف عادی خود ادامه دهند. اینک اما گردش روزگار یک بار دیگر آن دو قطب متضاد را به هم نزدیک کرده است. رویدادی که بیش از هر چیز ناشی از شرایط مشابه اشرف غنی احمدزی با دکتر نجیب احمدزی است. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.